برو برو آقا برو برو بذار ما یه بار ما از سبز رد شیم. برو دیگه. ای بابا ای بابا اکی. من نمیدونم چه داستانی، هر ما پشت چراغ میرسیم قرمزش به ما میخوره. جان طرحو که آره خیلی وقت برداشتن، چطور؟ چرا که برای این شرایط و بیماری و این داستان هاست دیگه. سلامت بشه. سوالایی میپرسن مرد. جانم داداش کجا میری؟ کجا میری؟ بله انقلاب میرم جان. انقلاب انقلاب. بیا بالا داداش، بیا بالا بیا بالا. قربون درم یواش برو. ورود. سلام سلام. سلام عرض ادب. قربونت برم. ببخشید من وسط خیابون سوار ماشین شدم، ازتون عذرخواهم. نه قربونت برم، این حرفات چیه؟ الان که دیگه هممون گیر افتادیم پشت این چراغ قرمز طولانی 180 سانتی. این یه چراغه. یه لحظه عذرخواهی میکنم که موهاتونو بدین بالا. چرا؟ یه لحظه یه لحظه موهاتو یه لحظه بده بالا میزنم. اه الله اکبر. اسی اسی خودتی؟ من اسی دیگه. اسماعیل تویی؟ آخ 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 سال 80 دانشگاه گرگان مکانیک. وای ما گرگانی ها عادت داریم. خودتی؟ ببین دارم میمیرم انقدر کیف کردم، حیف این کرونا نمیذاره بغلت کنم. آخ وای 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 چه دورانی بودا. دستکتو ما زلف برباد نده بلا مرده. چقدر تغییر کردی بابا، چقدر شکسته شدی تو من. تو بگی نمیگفتی اصلا نمیشناختمه. جدی میگی جون من؟ به خدا آقا اینطوری نگو، من نشکستم، این روزگار ما رو شکونده. اینی هم که میبینی با کلی وام و داستان و اینجور چیزا به هم چسبیده، ولی تو اصلا تکون نخوردی. بازو چاق شدی، چقدر گوشت آوردی، لپ آوردی. نه بابا اونجوری هم که نیستی. بختر عینک است. بیا عینک رو بردارم ببینی چی هیچ اتفاقی. الان که پول داره گوش بخره بابا. چی آقا چیه؟ اوه یه لحظه سبز شد. خیلی خوب دیگه، همچی میگه سبز شد انگار مشمت بپره. چی دنیایی شده. آره پشت چراغ قرمز کی فکرشو میکرد آخه. میگم مثل یادته چیو؟ لباس نگهبانی پوشیدیم و بعد رفتیم پسره رو ترسوندیم، یادته؟ وای مجبور شد کلی بهمون تعهد و اینا بده. ببین یکم دیگه فشار آورده بودیم و مسئولیت تمام اتفاقات خاورمیانه هم گردن میگرد. آره کار خدا بود که بهمون گیر ندادن. آره میگم اون همه کلاس و درس و دانشگاه و استاد پیچوندن و تکلیف و گپ زدن و اینجور چیزا، آخرش رسیده به اینجا؟ ای بابا اسی جون، دست و دلم نزار که خونه. خیلی از بچه ها کارشون به جایی خیلی بدتر کشیده. جدی میگی؟ میگم منم بگی نگی اون موقع رنگ یک بودم. آره. صبح تا شب التماس میکردن یه صفحه جواب تمرین براشون بفرستم، یه صفحه. اوه یادت عاشق دختره بودی؟ چی بود اسمش؟ چی بود؟ نابودت کرده بود دختره، اسمش چی بود؟ خواست بره خارج دیگه. بگو اسمش چی بود؟ حالا بی خیال ول کن دیگه. نه بگو. خانم سالمی که زد ناقصت کرد. یادت ای خانم سالمی نامرد. نه اونقدام بعد نبود دیگه حالا. نه بابا تو داغ بودی اون وقت، اصلا یادت نیست. پدرت ازدواج کردیم. تو بچه داری؟ باید بگم ایشالله خوشبخت بشین. خیلی خانم نجیب و با شخصیتی بود واقعا. و راه برو دیگه لام مصب. ای بابا من نمیدونم اینا کیم میشینم پشت فرمون. بیام ازی ایف الان پیک کاریمه. ایف اگه مثلا نبود چی کار میکردیم؟ ببین میزدم کنار، خاطراتو همچین با بیل زیر و رو میکردیم، چهار تا دریوری هم بار اون نامردا میکردیم تا دلمون همچی خنک شه. میفهمم راحت باش. نمی اصلا فکر کنی یه مسافر عادی نشستتون ماشینه. چرا رد کردی مسافر رو بابا؟ سوار میکردی خب. اما ولکن میخوام یکم با هم حرف بزنیم. مسافر میخوام چیکار کنم؟ حرف چیه بابا؟ خدا تو من ماشین زیر پاتو میخوای از چرخه کار بندازی به خاطر من؟ با بنزین لیتری 3 تومن که نمیشه گپ زد بابا جون من. بیا همین دو تا خانمو سوار کن. مشخص که خانمای جدی بذارم کنار پس کم حرفی هستن. همین رو سوار ان شاءالله که خیره.
خواهرها کجا میرن؟ قبل آزادی؟ قبل آزادی؟ بفهمم خواهرم. سلام. دخترم در رو یواش ببند. سلام. بسته در. مامان جان در رو آروم ببند. چشم. بیم ازی یادته اون روزای جنگل و شما؟ عزیز من، دختر من، مگه تو درمانگاه از خودت زیر سرم عکس نگرفتی پست کنی؟ این دیگه برای کجاست؟ این برای چنلمه. بچه ها عکس سرمو دیدن نگرانم شدن. چنلم؟ خب حق دارن، آدم که همه زار و زندگیشو لحظه به لحظه بوق و کرنا نمی کنه. البته آدم عاقل، نه مثل توی دختر. دستت درد نکنه مامان جان. به قول چنل صد نفس تا یک نفس شعر، من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچه کرد آن آشنا کرد. من با تو چیکار کردم؟ دیگه میخواستی چیکار کنی مادر؟ من با تو چیکار کردم؟ من مادرتم. مگه من به تو چی گفتم مادر من؟ من فقط گفتم جنازه اون پسر رو دوش تو نمیندازم. اصلا غلط کرده بخواد بیاد جلو، کور خونده. من جنازه تو رو دست زنده و مرده تو رو دوش اون نمیذارم که نمیذارم. تموم شد رفت. خانم جسارت نباشه من دخالت میکنم. من چون کار و رشتم روانشناسیه میتونم بهتون یه چند تا توصیه بکنم؟ نه آقا چه جسارتی، زندگی ما که پهن شده تو پست و چنل و اینا. شما هم بفهمید. مثلا تیکه بنداز شما. دیدیم یه سی؟ یعنی از کار مکانیک اینا اومدی بیرون زدی تو کار روانشناسی؟ اتفاقا من دو تا کتاب هم چاپ کردم. داشتم میگفتم خانم، البته چون خودتون اصرار میکنید میگم، اما همونطور که در کتاب عزت نفس چرا و چگونه گفته شده، یکی از عوامل مداخله‌گر همین دخالت بالا. یه ذره بیا من آینه رو داشته باشم. اسم کاری که میکنید دخالت. آقای دکتر شما ببین، بذار من یه چیزی رو به شما. نه نفهمید، بنده دکتر نیستم. شما ذره پروری میکنید. این دختر من میخواد با یکی که همه ما مخالفشیم ازدواج کنه. گوشش هم اصلا به این حرفا نیست. مامان چرا اینجوری تعریف میکنی ماجرا رو؟ چجوری تعریف کردم مگه؟ غیر اینه؟ بذاری من برای شما ماجرا رو اونطوری که تو چنلم تعریف کردم تعریف کنم. چنلم. حتما با افتخار میشنم. آقا ما دوتا آدمی ساده و صمیمی و خاکی مثل بقیه، ولی تنهاییم. یه روز چشم باز کردیم، دیدیم عشق داره تو زندگیمون پرسه میزنه. تو جوونی خامی مادر من. چقدر ادبی تعریف کردی. اصلا اینا رو ولش کنین آقا. مشکل اینه که این آقایی که اومده پرسه زده، چنبره زده وسط زندگی ما، اصلا در حد خانواده ما نیست. ایناست که داره منو عذاب میده. میدونم، ولی خانم به نظرم زیاد دارید سخت میگیرین. این همه میگن آسون بگیرید، تلویزیون اینور اونور. خدا آسون بگیرید دیگه. تازه از همه اینا گذشته، چیزی که مادر من چشمش روش میبنده عشقیه که بین ما دو نفره. یه جمله دیروز تو چنل یه لحظه وایسین یه جمله دیروز تو چنل جملات تاثیرگذار خوندم. باز رفت تو گوشیش. اینا گفته اگه مردی رو پیدا کردی که مثل ملکه باهات رفتار میکنه، هیچ وقت دستش نده، چون فقط یه پادشاه برای قلب تو پیدا میشه. تو خود چنل ذکر شده؟ بله. الان بابای تو مثل ملکه ها با من رفتار کرده؟ وا مامان، مگه بابا قرار بود دیگه چی کار کنه؟ آخه کدوم پادشاه از ملکه پول تو جیبی میگیره؟ ولی ما واقعا تفاهم داریم ماما. این مهم. نکته بسیار حائز اهمیت و مهم اینه که در کتاب مردان زحلی و زنان سینوسی میگه تفاهم یعنی چه. میگم الان خدمتتون. تو میگی یعنی چه؟ یعنی چه آقا تفاهم؟ الان عرض میکنم. تفاهم یعنی تضمین یک رابطه سالم و طولانی، که اتفاقا خیلی هستن همین تفاهمو ندارن ولی همه چیز دارن، اما انگار هیچ چیز ندارن. ماما خانم دیدین، تفاهم تنها چیزیه که شما اصلا بهش توجه نداری. ماشاءالله ایسی چی گفتی؟ چقدر قشنگ گفتی. میگم اسم این کتاب رو بگو، بعدا ما یه نگاهی بهش بندازیم. شما اصلا نمیدونین. بذارین من حرفمو به عنوان یه مادر کامل بزنم، براتون تعریف بکنم. اگه نداره کار میکنه پول در میاره. من مثلا بعضی از این دخترها دنبال طلا و پول و سویچ و ماشین که نیستم. من حاضرم تو یه کلبه چوبی با نم بارون ولی با عشق زندگی کنم. تو الان خامی، جوونی، داغی، نمیفهمی. دخترم میگم مثلا از قیمت چوب خبر داری؟
من چی میگم شما چی میگی؟ میتونم، ولی اینجوری که شما دارید توصیف میکنی حتما باید شمال هم باشه. قیمت ها اون طرف اصلا دیگه نگم برات. دختر من نمیشه راجبه همه چی اینقدر رویایی فکر نکنی. زندگی با اون رمانا و کتابا فرق داره ها. اصلا لعنت به اون کتاب مردم عشق که سر تو رو از راه در آورد. در دهنت بشه بخانم، چقدر فروش داشته. چه میدونم از 4 تا مسافر حداقل 2 تاشون کتاب دستشون رو دارن میخونن. دونم خانم، به نظر من شما خیلی دارین سخت میگیرین. چی سخت میگیرین؟ نه اصلا میگم شما چند تا بچه دارین؟ همین یه دونه این. همین. الان که فکر میکنم متوجه این شدم که شما دچار سندروم آشیانه خالی میشید. سندروم آشیانه خالی چی؟ فکر میکنید با بیرون رفتن دخترتون تنها میشین و دیگه کسی به شما سر نمیزنه. آخ حسی هنوزم مثل اون موقع داری خوب حرف میزنی ها. یادت شروع میکردی میرفتی حرف میزدی همچین میرفتی اون بله داشتم عرض میکردم خدمتتون، به خاطر همین میخواین این ازدواج رو به هم بزنین. احتمالاً خواستگارهای قبلی رو هم همینطور به هم زدین. خب حتما به دردش نمیخورده دیگه، من مادرشم. چجوری فهمیدی حسی؟ دمت گرم، پیشگویی. اما باید بدونید با بیرون رفتن دختر شما رابطه شما به آخر خط نمیرسه. اون میره درسته، اما با یک خانواده بزرگتر از اون چیزی که شما فکر میکنید برمیگرده. ما خانواده ها باید حامی فرزندانمون باشیم، نه اینکه سنگ بندازیم جلوی پا. چی میگی آقای دکتر؟ چی میگی شما؟ من دکتر نیستم، من دارم معاف کنید از این وظیفه. اصلا هیچ کدوم از اینا مشکل من نیست. بیکاری و بیپولی و بدبختی چی؟ اصلا حرف من چیز دیگه ایه. شما همش از خودتون مشکل میتراشین. این بهانه نشد یه بهانه دیگه پیدا میکنید. اینه مشکله. ایرادگیری از پارتنر. اینه. ایرادگیری از پارتنر یکی از خصوصیات بارز والد کنترلگریه که مستعد ابتلا به سندروم آشیانه خالی. الله اکبر. اسی بس خیلی تخصصی شد. شاکرم. چی میگی آقای دکتر؟ چی شد آقای راننده؟ چی شد؟ گروه بی‌حیایی رد شد. اسخای میکنم. اینا که مهم نیست، دوستش نداره. وقتی عشق وسط باشه آدم شرایط سرش نمیشه. درست شرایطش خیلی خوب نیست، ولی دخترم این حرفا چیه میزنی؟ ایشون اصلا چیزی به نام شرایط براش تعریف نشده. انده این طرف مامانو میگیرین؟ یک ذره عشقو درک نمیکنی شما. شما بگین آقای دکتر، شما بگین، شما یه چیزی بگین. بله خواهش میکنم. بنده چون متاسفانه باید بله رسیدم به مقصد، همینجا باید پیاده بشم، دیرم شده، باید برم سر کار. عذرخواهی منده رو پذیرا باشید. ببخشید نشد چرا من زود اسی تو طرفای میدون انقلاب مطب داری؟ تو نگفتی با ساکه مامم چاکرم اوکی. نداداش مطب چی، قربونت برم، دلت خوش ها. من تازه ترم اول کارشناسی هم تازشم. کی پول مشاوره داره تو این روزا؟ ببین همچین سرپیچ 16000 کتاب میفروشم زیادت کنه بابا. زنم بقید ببینم. خدا نگهدارت باشه. عزت زیاد. خداحافظ. آقای راننده یه زحمت بکش تو مسیر دیگه مسافر سوار نکن. من پولشو در وست حساب میکنم. شرمنده خانم ببخشید، ما این رفیقمونو خیلی وقت بود ندیده بودیم. معذرت میخوام. شانس هم عجب دور زمونه این شده. رفیقم رفیقای قدیم. میگم خانم در وست هم گرفتین، رادیو بگیرم مسئله ای که نیست ها؟ روشن کنه، مشکلی نداره. ببخشید.